بله، دوباره برگشتیم. ادامه برنامه صبح جهان است و امرای ما عمران حمزه متعلم صنف هشتم با ما هستن. خیلی خوش آمدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما. در قدم اول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن را برای تمام مسلمانان جهان بالخصوص مردم شریف افغانستان تبریکی عرض می‌دارم. ممنونتان. عمران جان یک کتاب را ترجمه کردن از فارسی به انگلیسی. میخواییم در مورد از اینکه چگونه ترجمه کردن و چی باید شد که ترجمه کنن صحبت داشته باشیم. عمران جان، میشه بر ما معلومات بتین که کتاب را که ترجمه کردین در مورد چی هست؟ کتاب را که در ترجمه کردیم درباره قهرمان ملی کشور است، شهید بزرگ احمد شاه مسعود. این کتاب ما تقریبا یک ماه و یا بیشتر از یک ماه ما این کتاب ترجمه کردیم که بخش مبارزاتش است، مسعود در محور مقاومت، بیوگرافیش است و وقت شهادتش است. و این از روی کدام کتاب ترجمه کردین؟ یکی از کتاب‌های محترم ریگستانی صاحب از به دفتر سیاسی احمد مسعود است. یا ما از کتابش از مو گرفتیم و یه به انگلیسی ترجمه و چی باعث شد که خواستی کتاب ترجمه کنی؟ من خواستم که مثلا نمی درباره احمد شاه مسعود بدانم. اول من کتاب از من کتاب مطالعه کرده بودم از آقای ریگستانی صاحب. باز بعد از او من کتاب خواستم که به انگلیسی ترجمه کنم. باعث شمی بود که من یه خواندم خوشم آمد و بعد از او ترجمهش کردم. و دلیل ترجمهش؟ دلیل ترجمهش این بود که مثلا ما بدانم که مثلا انگلیسی که ما مختیم همی چقدر میتونم کمی ترجمه کنم ظرفیت ما. خیلی خوب. و شما در مورد مطالعه صحبت کردین که کتاب مطالعه کرده بودین. بدون از این کتاب کدام کتاب دیگر رو هم مطالعه کردین؟ بله، کتاب های زیادی است که مثلا یکی از کتاب های دیگر مسعود هم هست و یکی از کتاب های دیگر از بنامه که تقریبا 25,000 words است، لغت هاست که به نام Elevators Dictionary از اخلاق اجتماعی برای هم است. بسیار کتاب های زیادی است که برای شما ما گفتم، اخلاق اجتماعی، Elevator Dictionary و دیگر کتاب های دیگر. دقیقا. کتاب هایی را که مطالعه میکنی روی چی موضوعات است و علاقه داری کدام کتاب ها را بیشتر مطالعه میکنی؟ میخواییم که مثلا کتاب های سیاسی و کتابای خوش دار مثلا استوریا باشه و یا همین پاراگراف مقالات باشه، معلومات زیادی داشته باشه، مثلا درباره دانشمندا باشه، شاعرها باشه. در مورد مقاله صحبت کردین، آیا مقاله نویسی هم میکنین؟ بله، بعضی اوقات مقاله نویسی میکنم در سوشیال میدیا که فیسبوک است، اینستاگرام است. در اون بسیاری از مقالات درباره افغانستان، درباره موضوعات دیگری هم مقاله نویسی می‌کنم. چون خودت بلدیت به زبان انگلیسی داری، مقاله‌ای که بیشتر نوشته می‌کنین مقالات فارسی است و یا انگلیسی؟ بعضی هاش فارسی است و بعضی هاش انگلیسی است که ما همچنان یک تویتر دارم. تویت هم بعضی اوقات نکنم. در تویتر هم که تویت میکنم با انگلیسی است و با وقتی که ما مثلا در فیسبوک نوشته میکنم مقالات به فارسی میباشم. و دیگه مصروف چی کارها هستین و فعالیت های روزانه شما چیست؟ مصروف مکاتب مکتب است که در مکتب ما صنف 8 هستم و بهترین خوشنویس مکتب هستم و همچنان کورس انگلیسی که هست مسلم است. روزای دوشنبه جنرال انفورمیشن است که درباره موضوعات جنرال انفورمیشن در هر موضوع، مثلا درباره دانشمندا، درباره وضعیت افغانستان، درباره گورنمنت و بعضی دیگر موضوعات دیگر بحث میکنیم. و روزای جمعه مکتب تجدید است که تجدید به معنای دوباره زنده شدن تجدید است و درباره در مکتب تجدید میریم، درباره دانشمندا، هر یک مولانا جلال الدین محمد بلخی، شمس تبریزی و اقبال لاهوری درباره دانشمندا بحث میکنیم. دقیقا، خیلی زیبا. موفق باشین. و شما در بعضی از موضوعات را که یاد کردین یادآور شدین، تصمیم هم دارین که از این شخصیت ها کتاب بنویسین؟ بله، انشالله کتاب های زیاد می نویسیم. درباره اول اگر ما می خواهیم که مثلا کتاب بنویسیم، باید ما درباره کتاب های بیشترش که دیگر کسایی که مثلا دیگر یعنی منابعش به دسترس داشته باشیم. بله، اول ما باید درباره زندگی نامش،
و دیگر موضوعاتش مبارزاتش درباره زو اول بدانیم مطالعه کنیم و بعد از او انشاءالله کتاب هم می نویسیم. خیلی خوب. با کدام رشته تحصیلی علاقه مند هستیم؟ ما می خواهیم که رشته حقوق علوم سیاسی بخوانم و حتی اگر لازم باشد تا دکترا هم می خواهیم که بخوانم علوم سیاسی. خیلی زیبا، موفق باشین. علاقه مند به رشته حقوق و علوم سیاسی هستیم؟ بله. بخش سیاست قضا علاقه ندارین؟ نه خیر، فقط علوم سیاسی به خاطر علوم سیاسی می شوقم است. خوب، بسیار خوب. و در خانواده شما را کی زیادتر تشویق میکنه؟ در خانواده پدر جانم است که و برادرایم، امی کاکاهایم، تمامشون مرا تشویق میکنند. خیلی خوب. و رشته حقوق و علوم سیاسی در خانواده کی آشنایی داره؟ پدرم حقوق علوم سیاسی، علوم سیاسی خوانده، از به سازمان روان سبز است، مشاور ریاست عمومی اداره امور است. ما می خواهیم که رشته از امور کار از امور ادامه بدم. خب، یعنی می خواهیم که به پای پدرتان پایبانه، به تخیه پای پدرتان. بله. خیلی خوب، موفق باشین. و دیگه شما مصروف چی کارها هستین؟ دیگه مصروف مثلا بعضی اوقات که مثلا من بیکار میمانم کتاب مطالعه میکنم که برای شما گفتم، مثلا کتابایی که با شما گفتم بیشترش درباره شاعرای بزرگ است. این کتاب یکم که من نوشته کردم تقریبا 2 ماه درباره این معلومات من پیدا کردم از کتابای ریگستانی صاحب، که تقریبا 4-5 دانه کتاب از ریگستانی صاحب دارم دربارهش پیدا کردم، انفورمیشن معلومات زیادی پیدا کردم و درباره این یک چپتر ما هم میبینیم درباره این جور کردم. خیلی خوب، ما این چپتر بر شما میتونم میشه که یک بخش از این به ما بخونش بگیرین؟ بفرمایید. بخونمش؟ بله. در قدم اولش بیوگرافی اف احمد شاه مسعود. احمد شاه مسعود was born in 20 September 1953 in Jangalak related to Bazarak district, Panjshir province. Family of احمد شاه مسعود. احمد شاه مسعود was son of the Garbal Dost Muhammad, which was one of the best of military forces of Afghanistan since Zahir Shah kingdoms. And also grandfather of احمد شاه مسعود was Yahya Khan. He was one of big kingpin person of Nowruz Khile tribe. He was treasurer of Afghan king Shah Amanullah Khan. During the British colonization in the area of Shah Amanullah Khan, he had active trace for Mujahideen and independence was against British troops. And also education of احمد شاه مسعود. Masood passed his childhood in Panjshir and started going to school since he was only 5 years and a class with incomplete. He began with family to Kabul and his father was selected as a commander of Herat police and he went to Herat province and studied 2 and 3 grade and 4H classes in independence school in Kabul city. And also personality of احمد شاه مسعود. احمد شاه مسعود stature of احمد شاه مسعود was stylish. Rose of احمد شاه مسعود was wet. Head hairs of مسعود was wavy. When مسعود wear some clothes, he liked to wear blue color clothes. مسعود knew to talk 4 languages like Farsi, Pashto, English, Urdu. Sometimes he speak English and also he liked sports, especially football, volleyball, and etc. From animals, he like horse. From foods, he like footage. From fruits, he like people. He liked apple. From guns, he liked AK-47. It means Kalashnikov. He respected the people. He likes sometimes studied some books and also sometimes he studied poem. ممنون از شما، تشکر. خیلی زیبا، امیدوار هستم که همیشه مثل حال موفق باشین. و چرا شما نخواستین که همی کتاب را که ترجمه کردین به شکل خود کتاب ترجمه کنین و به بازار عرضه کنین؟ ما خواستم که اول همین نمونه زیاد انشالله میکنم در آینده های نزدیک، انشالله حتی در بازارم به نشر میرسانم این کتاب، فقط من نمونهش ساختیم و انشالله در آینده های نزدیک به بازارم عرضه میرم. خیلی ممنون. و آیا
خب درست است، تشکر، سلامت باشین. در اخیر اگر کدام حرف و گفتن داشته باشین؟ آخرین پیام می است که مردم ما به صلح با عزت و با وقار نیاز داره، ضرورت داره و مردم ما باید همین نیروهای امنیتی کشور ما که در سنگر هستند، ما باید به او همیشه دعا کنیم و در مقابل دشمنان ما همیشه میرزمم و میجنگن. و آخرین پیام ما صلح با عزت در افغانستان است. ممنون از شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. یک رفت و برگشت داریم، زود برمیگردیم.